سلام به تفسیر خبر امشب، خوش آمدید. در چند روز گذشته چندین از زندانیان سیاسی به مرخصی اومدن یا به قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند. با فرارسیدن مراسم نوروز و روزهایی که در پیش روی داریم، شاید این روند تعداد بیشتری رو هم شامل بشه. اما ای کاش که حقوق انسانی انسانها را که در واژه‌های جدید نام حقوق بشر به خود گرفته است، مایه افکار سیاسی خود قرار نداد. وقتی سخن از آزادی زندانی سیاسی به میان می‌آید و آرزوی آزادیشان به دل می‌نشیند، کاش می‌شد معنای زندانی سیاسی را نیز در ذهن خیش مرور کنیم و به هیچ بهانه‌ای نام زندانیان دربند را درگیر جناح‌بندی های سیاسی نکنیم و به جای آزادی یک نفر به دنبال آزادی دیگران نیز بود. چند وقتی است که تعدادی از زندانیان سیاسی به مرخصی می آیند و چشم ها هنوز به در زندان ها دوخته شده که شاید چند تنی دیگر نیز به مرخصی بیایند و در این بین متاسفانه بیشتر ذهنها اگر با جناح بندی های سیاسی همراه نباشد که به دنبال آزادی فرد خاصی نبوده، با تأسف باید گفت که اگر این جناح بندی ها هم نباشد، بیشتر نام هایی بر سر زبان ها می افتد که به دلایل سیاسی و داشتن رسانه و خبرگزاری ها بیشتر خبرها از آنان به عنوان زندانیان سیاسی یاد می شود و اینگونه نام خیلی ها بر جایی حک نمی شود و کسی هم فکر نمی کند که آزادی حق همه زندانیان است و حتی برای آن کسی که نامی از او یاد نمی شود بیشتر باید قلم زد. کاش میشد حداقل وقتی یکی از زندانیان به مرخصی میآید، به بهانه دید و بازدیدها دیگر نام ها را از یاد نبرد و آزادی چند نفر را آزادی زندانیان سیاسی تعریف نکرد. کاش میشد فهمید و اندیشید که هستند زندانیانی که هیچ نامی از آنها نیست و از آنان هم نامی که هست حتی عکسی نیست. کاش میشد وقتی دم از آزادی زندانیان سیاسی زده می شود، به این هم اندیشید که خواسته یا ناخواسته چقدر در گمنام ماندن این عزیزان خود مقصر بوده ایم. این بخشی از مقدمه ایه که سعید شیرزاد در سایت خبرگزاری حقوق بشر ایران بر اسامی 101 زندانی سیاسی گمنام و کمتر شناخته شده که 71 نفر از اونها به اعدام و 30 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدن نوشته است. زندانیانی که عمدتاً در روندی ناعادلانه و غیر شفاف به این احکام محکوم شدند. در مورد این لیست و به طور کلی در مورد زندانیان گمنام، امروز با کاوه شیرزاد، فعال مدنی و از مؤسسه شهروندیار صحبت می‌کنم تا بتونیم ابعاد متفاوت این قضیه و این داستان رو به نام زندانیان گمنام با هم بررسی بکنیم. آقای شیرزاد، سلام عرض می‌کنم به شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. سلام و درود به شما آقای کامیار. سلام می‌فرستم به کلیه مخاطبین محترم تلویزیون رها. ممنون. آقای شیرزاد، بحث بر سر زندانیان گمنام بسیار طولانی بوده و هست. در مقدمه‌ای که سعید شیرزاد نوشته بود اشاره داشت که چقدر ما در گمنام ماندن این زندانیان سهیم هستیم و از نقش ما در گمنامی اونها انتقاد کرده بود. شما این نقش رو چگونه ارزیابی میکنید و اینکه آیا راهی هست برای اینکه این سد شکسته بشه و ما بتونیم برای آزادی همه زندانیان سیاسی به طور کامل و به صورت بسیط کار بکنیم؟ نگاه کنید آقای کامیار، به عقیده من مجموعه دلایل متعددی دست به دست همدیگه میده تا در واقع یک نگاه خیلی شفاف و عمومی نسبت به زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان سیاسی که گمنام هستن و کمتر اسمشون بر سر زبان ها میاد، کمتر یادی ازشون میشه، کمتر فعالیتی میشه برای اینکه آزاد بشن، این مجموعه دلایل رو ما واقعا باید بیان یک بار نگاه کنیم به صورت خیلی شفافی، این رو مورد بررسی قرار بدیم تا چتر حقوق بشر بر سر تمامی
فعالین سیاسی بدون اینکه در واقع عقیده اونها لحاظ بشه گسترده بشه. مجموعه دلایلی که وجود داره به عقیده من نگاه کنید، ما خب در تهران یا فعالینی که به هر حال یک مقدار شناخته شده تر هستن، ما با مجموعه خواسته های اینها آشنا هستیم، میدونیم که اینها چه چیزهایی رو میخوان، چه نوع فعالیت هایی کردن، ولی خب واقعا همه در واقع دغدغه های فعالین سیاسی معطوف به دغدغه های در واقع مردم تهران یا اطراف اون یا به هر حال به یک نوعی مرکز نمیشه. یا کنید در شهرستان ها مشکلات عدیده خیلی زیادی وجود داره. این مشکلات علاوه بر مشکلات هستش که ما در تهران یا در مرکز ایران داریم و بنابراین خیلی از فعالین سیاسی فعالیت ها و کارکردهای اونها بیشتر معطوف هست به در واقع مشکلات. بنابراین میخوام بگم که ما یک مقداری باید توجه بیشتری داشته باشیم به شهرستان‌های دیگه، به استان‌های دیگه، به اقوام دیگه، به مذاهبی که در حال در ایران وجود دارن، خصوصا در مناطق مرزی ما اینها رو خیلی بیشتر می‌بینیم. نباید به این صورت باشه که در واقع دغدغه اونها برای ما ناشناخته باشه. وقتی دغدغه های اونها رو به عقیده من خوب نمیشناسیم، به رسمیت نمیشناسیم، خیلی دقیق باشون آشنا نیستیم، طبیعی هستش که فعالین سیاسی هم که در این حوزه داره فعالیت میکنن خوب نمیشناسیم. بنابراین به عقیده من اولین گام این هستش که ما بدونیم که واقعا در شهرستان و استان های اطراف تهران چه مشکلاتی وجود داره. نگاه کنید در ایران به هر حال در داخل استان تهران یا حتی فعالینی که در واقع منصوب هستن به حرکت‌های کلی که برای کل ایران انجام میشه، به یک نوعی در واقع تریبون دارن. اینها میتونن صدای خودشون رو برسونن به گوش مردم ایران و گوش مردم جهان، ولی متاسفانه فعالین قومی یا فعالین مذهبی یا دیگر فعالینی که در حاشیه ایران زندگی میکنن اینها تریبونی ندارن. بنابراین به عقیده من بهترین کار این هستش که اونها در واقع فعالین حقوق بشری که در حال میدونن با سختی های خیلی خیلی زیادی داره فعالیت میکنن، سعی کنن که ارتباط خیلی گسترده تر و بیشتری رو با فعالین حقوق بشر در داخل در واقع در مرکز ایران داشته باشن و به یک نوع یک ارتباط دو طرفه رو با اونها برقرار کنه. ما نباید فراموش کنیم که در حاشیه ایران یا در استان‌ها و شهرستان‌ها در حال امکانات رسانه خیلی محدود هست. شما نگاه کنید مثلا مجموعه فعالین عربی که داره فعالیت میکنه ممکنه در روستاهای ایران زندگی کنن، ممکنه با مشکلات بسیار ابتدایی که شاید برای ما ناشناخته باشه روبرو باشن. بنابراین خوب هستش که ما اینها رو در نظر داشته باشید و بدونیم که اونها با محدودیت‌های خیلی زیادی روبرو هستن. بنابراین اگر یک زمانی مثل یک فردی مثل آقای سعید شیرزاد میاد و در این ارتباط به اصطلاح اطلاع رسانی میکنه و اسامی رو منتشر میکنه که شاید به چشم ما کمتر اومده، وظیفه ما هستش که خیلی جدیتر اون رو در واقع جدی بگیریم و همینطور که برنامه شما داره خبرهای مربوط به این عزیزان رو منتشر میکنه، خوب هستش که همه دست به دست همدیگه بدیم تا اطلاع رسانی بیشتری در این ارتباط انجام بشه. متاسفانه بحث دیگه هم که وجود داره، بسیار محدود البته در عقید من وجود داره، این هستش که برخی از فعالین حالا مثلا کرد، عرب یا دیگر فعالین سیاسی به یک نوعی متاسفانه خودشون رو شاید جدا میدونن و یک منفعلان نسبت به فعالین حقوق بشر مرکز ایران به صدا توجه دارن. در نتیجه فکر میکنن که با پیش‌داوری فکر میکنن که ممکنه خبرهای اونها منتشر نشه، روشون زیاد کار نشه، یا فکر کنن که ممکنه که ما به هر حال به خاطر اختلافات سیاسی که داریم این خبرها رو کمتر تحت پوشش میدیم. این را هم واقعا باید کنار گذاشت. من تا اونجا که به یادم میاد هر موقعی که به هر حال یه پروپاگاندای مناسبی روی فعالین سیاسی شهرستان‌ها و استان‌های ایران انجام شده، فعالینی که حالا منتسب به مرکز نامیده میشن، تقریبا من واقعا سعی کردن که همدلی کنن، همدردی کنن، بهتر بفهمن، خصوصا این که به هر حال ما رفته رفته و آهسته آهسته درک بهتری داره پیدا میکنیم از مشکلاتی که در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود داره و خصوصا از بعد حقوق بشری، و میدونیم که
بسیاری از در واقع فعالینی که در شهرستان ها و استان ها قربانی در واقع نقض حقوق بشر شدن بهتر درک میکنید و میتونید با اونها بیشتر همراه بشید. بنابراین به عقیده من فضا خیلی منفی نیست، ما داره آهسته آهسته درک بهتری پیدا میکنیم و امیدوارم که دست به دست همدیگه بدیم و بتونیم واقعا نقض حقوق بشر رو بدون هیچ دیدگاه سیاسی در نظر داشته باشیم. فراموش نباید کنیم که به حال حتی کسی که دست به اصطلاح اسلحه میبره برای دفاع از خودش یا برای اینکه اندیشه خودش رو نشر بده، به هر حال یک سری حقوقی داره، باید به اونها احترام گذاشته بشه. البته من به هیچ عنوان نمیخوام اشاره کنم که این اسامی 101 نفر که 71 نفر اونها به اعدام محکوم شد بودن، خدای نکرده دست به اسلحه بردن یا اصلا برده باشن یا نبرده باشن، من این یک استاندارد حقوقی برای دفاع از خودشون برخوردار باشن. ما خب به هر حال می‌بینیم که این فعالینی که در استان‌ها و شهرستان‌های ایران به خاطر فعالیت‌های قومی یا مذهبی خودشون دستگیر میشن، متاسفانه از هر کوچکترین حقی برخوردار نیستن. نه وکیل مدافع دارن، نه به مرخصی میان، نه میتونن ملاقات‌های مناسبی داشته باشن. و از اون طرف هم اگر بخوایم ما واقعا ظلم مضاعفی رو به اونها تحمیل کنیم و صدای اونها رو به گوش مردم نرسونیم، کار خیلی مناسبی در دیده من نیستش. آقای شیرزاد، شما به خوبی یه میشه گفت آسیب شناسی دو سویه ای رو انجام دادید نسبت به عدم تعامل سایت ها و رسانه هایی که به طور خاص در مورد زندان هایی که در تهران و اطراف تهران هستند اشاره داشتید، و از طرف دیگه هم به عدم تعاملی که از طرف نیروهای قومیت های ایرانی با نیروهایی که به زبان فارسی شاید خبرها رو فقط منتشر میکنن اشاره داشتید. اما یه بخشی هستش که ما میخوایم به اون اشاره بکنیم و اون هم این هستش که چگونه میشه این اعتماد سازی رو نه فقط در حد همین کلام، چگونه میشه یک کار عملی انجام داد که این اعتماد سازی دو سویه بین سایت ها و منابع خبری و نیروهایی که در به قول معروف قومیت ها دارن فعالیت میکنن به وجود بیاد تا بتونیم اخبار اونها رو هم به صورت گسترده پخش بکنیم؟ ما چندی پیش در مورد این موضوع با یکی از دوستان به صورت مفصل صحبت کردیم، نظر شما رو هم جویا میشم. نیا کنید آقای بهرنگ، به عقیده من عمده ترین مشکلی که وجود داره این هستش که گفتمانی که به حال رسانه های مرکز ایران حاکم هست، به عقیده من همراه با یک پروپاگاندای خیلی قوی تر هست، همراه با یک بود تبلیغاتی هست. واقعیت اینه که به حال بنا به دلایل متعدد خیلی از فعالین مرکز، به اصطلاح فعالینی که روی حوزه‌های سیاسی عمومی تری کار میکنن، اینها به روش‌های پروپاگاندا بیشتر آشنا هستن و در واقع این تجربه رو داشتن که اطلاع رسانی میتونه خیلی خیلی مفید باشه و مؤثر باشه. ما از یک طرفی هم باید در نظر بگیریم، نگاه کنید وقتی یک فعال سیاسی در استان‌ها یا شهرستان‌های ایران فعالیت میکنه، فعالیت‌های قومی یا مذهبی انجام میده، جمهوری اسلامی در برخورد با اینا خیلی خیلی تنگ نظرانه برخورد میکنه، خیلی نگاه امنیتی داره، کوچکترین فعالیت مدنی رو برای اینها اجازه نمیده. در نتیجه متاسفانه فضا به سمت یک فضای دو قطبی خیلی شدید پیش رفته. جمهوری اسلامی با همین احکام اعدامی که داره صادر میکنه، یک بذر نفرتی رو در شهرستانها و استانهای ایران درست کرده که این میتونه امنیت ملی در وهله اول خود جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، در وهله دوم امنیت ملی مردم ایران رو به خطر بندازه. به این دلیل که این نفرت‌هایی که پراکنده میشه تأثیرات بسیار بدی رو داره. این نفرت‌ها باید فعالین سیاسی قومی و مذهبی در نظر داشته باشن. این نفرت‌ها بیش از هر چیز از طرف جمهوری اسلامی منتشر میشه در بین اونها و در بین فعالین سیاسی مرکز. و فعالین سیاسی که در حال یک ایده های کلی تری رو در مورد ایران دنبال میکنن، مثل اصلاح طلبان، مثل اپوزیسیون، مثل گروه هایی که در حال دغدغه های قومی و مذهبی کمتری دارن، اینها این نوع نگاه رو نمیپسندن. و ما میفهمیم که اگر ما نگاه کنیم باید ببینیم که واقعا یه مقداری هم حق با اونها. به چه دلیل؟ به این دلیل که
در واقع به خاطر دو قطبی شدن خیلی شدید فعالیت سیاسی در غیر مرکز یا در شهرستان و استان‌ها، اقشار میانی فعالین سیاسی که در واقع یک پل ارتباطی هستن با مرکز، اینها به یک نوعی در واقع متاسفانه گسسته شده و این درک باعث شده کم بشه و این ارتباطات در واقع رسانه‌ای به حداقل خودش برسه. در نتیجه ما می‌بینیم که در واقع متاسفانه فعالین سیاسی قومی و مذهبی از یک همچین ارتباطات کمتر برخوردار هستند. به عقیده من واقعا این مشکلی نیستش که بر اساس خصومت بین فعالین سیاسی با عقیده های مختلف به وجود اومده باشه. موردی هستش که باید گام به گام و آهسته آهسته حل بشه تا به یک حداقلی برسیم، تا به یه حد معقولی برسیم که بتونیم واقعا این عزیزان رو در واقع بیشتر پوشش بدیم. اگر شما دقت کرده باشید، مثلا من در یک مورد میگم، در پاریس، چون من در فرانسه اقامت دارم، عرض کنم که در پاریس مثلا حدود یک سال پیش برای 7 نفر از فعالین، برای 5 نفر گذشت، برای 5 نفر از فعالین سیاسی کرد حکم اعدام صادر شد و واقعا به نظر من فعالین اصلاح طلب، فعالینی که خودشون منتظر به جنبش سبز میدونن، فعالینی که ممکنه به سلطنت طلبها تعلق داشته باشن، به چپ ها، همه دست به دست همدیگه دادن، اعتراض خیلی بزرگی رو دادن. به چه خاطر یه همچین وضعی پیش میاد؟ به خاطر اینکه واقعا اطلاع رسانی شده بود. ما میفهمیدیم که این 5 فعال سیاسی چه نوع ایده هایی داشتن، چه نوع کارهایی داشته بود، چه نوع به اصطلاح فعالیت هایی رو پیگیری میکردن. یک نوع ارتباط برقرار شده بود. ما این ارتباط رو متاسفانه به عقیده من خیلی کم داریم و باید روش کار کنیم و بگذاریم از این که آقای کامیار به هر حال ممکنه تنگ نظری ها وجود داشته باشه، متاسفانه کوچکترین فعالیت ممکنه از طرف فعالین قومی و مذهبی بشه و به این انگ نگاشته بشه توسط فعالین سیاسی یا حتی متاسفانه خیلی محدود فعالین حقوق بشر. من البته جا داره واقعا از فعالین حقوق بشر تشکر کنم، همین سایت به هر حال، همین مجموعه فعالان حقوق بشر و خیلی از ارگانهای دیگه که داره زحمت میکشن، ولی ممکنه به هر حال بعضی از فعالین حقوق بشر یه سری نگاهایی داشته باشن، بگن که مثلا اینها تجزیه طلب هستن، اینها دست به مبارزه مسلحانه زدن یا هر چی که ما فکر میکنیم. من البته میگم این رو نمیگم به این خاطر که حتی یک نفر از اونها ممکنه این کارو کرده باشه، ولی واقعا این نگاه هم باید برداشته بشه. ما اگر بتونیم نگاه خودمون رو تعمیم بدیم به اینکه به هر حال اون بلوچی که اونجا هیچ رسانه‌ای نداره، هیچ فعالیت مدنی اونجا به اصطلاح اجازه داده نمیشه انجام بشه، اگه اینها رو بیایم بفهمیم، میبینیم که اینها میخوان صداشون رو به گوش مردم برسونن، صداشون میخوان به گوش حاکمیت برسونن. سخته، واقعا پیچیده است و وقتی نفرت توسط جمهوری اسلامی در اونجا پراکنده میشه، کار به مراتب بدتر میشه. بنابراین به عقیده من باید تلاش کنیم همدیگر رو بفهمیم. ما همه به هر حال شهروندان یک کشور هستیم و همه به هم دیگه علاقه داریم و فکر میکنم که بابت همین هم باید سعی کنیم ارتباط رو هر جوری شده گسترده تر کنیم. ما به هر حال اگه فعال حقوق بشر هستیم، باید در نظر بگیریم در فلان روستایی که به هر حال 7 نفر از اعضای یک خانواده یا نمیدونم مثلا اعضای فامیل یک خویشاوندان همدیگه به اعدام محکوم میشن، نمیدونم به زندان محکوم میشن، باید بدونیم که اونا در فضای بیرسانه ای هستن و بیپناه هستن. ما میبینیم الان چقدر، من خودم زمانی که در زندان بودم، حالا من میخوام خیلی ساختار شکنانه بگم، گروه های سلفی خیلی خیلی زیادی بودن، یعنی افرادی که عضو این گروه بودن و در زندان بودن حدود شاید مثلا 40 نفر، اینا اکثرا محکوم به اعدام شده بودن، در شرایط واقعا غیر انسانی زندگی می‌کردن. من می‌خوام بگم که واقعا چتر حقوق بشر باید شامل همه بشه. یک سری حقوقی داریم، اگر جنایتکار جنگی هم باشیم، به هر حال اگه صدام حسین هم باشه، یک سری حقوقی داره که باید بهش احترام گذاشته بشه. ما باید این حقوق رو برای همه بخوایم و از این نترسیم که اگر ما این حقوق رو فرضاً برای فلان فعال حقوق بشر، برای فلان فعال سیاسی بخوان، حتما ما عضو اون مثلا مجموعه هستیم یا حتما ما از خواستهای اونا داره دفاع میکنیم. ما باید فقط دید حقوق بشری به قضایه داشته باشیم و انشالله بتونیم گام به گام به سمت رفع این نوع تبعیض‌ها قدم برداریم.
ممنون آقای شیرزاد از اینکه این توضیحات مفصل رو دادید. به هر حال امیدوارم که مؤسسه های مدنی و مؤسسه های حقوق بشری که امروز تشکیل شدن این تلاش رو داشته باشن تا این جوی که شما بهش اشاره داشتید رو بتونن حداقل اینها بشکنن. به عنوان سوال آخر فقط خیلی کوتاه، به نظر شما مجموعه هایی که در خارج از کشور امروز هستند آیا راهی هستش که به دور از تمام این تفرقه افکنی هایی که به طور خاص بخش بزرگیش رو حاکمیت امروز داره تحمیل میکنه به جامعه، نیروهایی که امروز خارج از کشور هستند و کمتر در گزند این تفرقه ها شاید بتونن قرار بگیرن، چگونه میتونن که این تشکل و این اتحاد خودشون رو در حوزه در یک حوزه مشخص، یعنی بر اساس یک شعار مشخص پیش ببرن؟ آیا حقوق بشر چنین امکانی رو داره و یا اینکه بحث دیگه ای میتونه عامل وحدت نیروهای مدنی و نیروهای حقوق بشری در خارج از کشور بشه؟ فقط خیلی کوتاه لطفا. بله، اون وفاق هست به از روی حقوق بشر. ما واقعا بیایم در نظر بگیریم که ما هر کسی در داخل ایران زندگی میکنه، در دور افتاده ترین نقاط ایران هم باشه، از یک سری حقوق انسانی برخوردار. حق این دو داره که لااقل مردم برسه. ما باید این صدا رو قطع نکنیم، باید اجازه بدیم صداها بیاد، یک بحث، یک در واقع فضای تکثر و پلورالی به وجود بیاد و از تنگ نظریات دوری کنیم. من همین الان در واقع میتونم به جرئت بگم که این گام ها برداشته شده، فعالین حقوق بشر دید خیلی بهتری پیدا کردن و من مطمئنم با وفاق بر روی حقوق بنیادین انسان که حقوق بشر هست میتونیم قدم های مثبتی رو برداریم و تا کنون هم قدم هایی برداشتیم، ولی برای رسیدن به وضع ایدالی مسیر خیلی طولانی رو داره. ممنون آقای شیرزاد از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید. امیدوارم که باز هم فرصت بشه که با شما صحبت بکنیم جنبه های دیگه ای رو از این موضوع و بر اساس یک همین صحبتی که در آخر داشتیم بتونیم نیروهای متفاوت رو کنار هم بیاریم تا در بحث های دو یا سگانه بتونیم اساس اون اتحاد و نزدیکی رو حداقل از طریق این رسانه ها و رسانه های از این دست به وجود بیاریم. حتما، بسیار عالیه. من تشکر میکنم و برنامه خوب شما، خسته نباشید میگم به همه شما. امیدوارم که گام به گام در کنار همدیگه بتونیم یک فضای پلورالتر و یک فضای انسانیتری رو به وجود بیاریم. ممنون، متشکرم و خدا نگهدارتون باشه. نتایج انتخابات ایتالیا به نوعی اعلام شد و با مشخص شدن نتیجه انتخابات ائتلاف های گروه های میانه و چپ به رهبری پیر لویجی بورسونی اکثریت پارلمان را به دست آورده و طبق قانون وظیفه تشکیل دولت را بر عهده خواهد داشت. اما دولت زمانی رسمیت می‌یابد که بتواند از یک اکثریت نسبی در سنای ایتالیا برخوردار بشه و در غیر این صورت دولت رأی اعتماد لازم برای فعالیت‌های خودش رو کسب نخواهد کرد. در سنا نیز شرایط به گونه‌ایه که هیچ کدام از ائتلاف‌های موجود به تنهایی نتونستن اکثریت رو از آن خود بکنن، به طوری که پیر لویجی بورسونی 113 رای به اتحادی که برلوسکونی معرفی کرده 116 رای، گریلو 54 رای و مانتی 18 رای رو کسب کردند. برخی بر این باورند سه گزینه در مورد انتخابات ایتالیا پیش رو هستش: ائتلاف بورسونی و گریلو که اگر این اتفاق بیفته بورسونی میتونه با خیال راحت دولت جدیدش رو معرفی بکنه، اما گریلو کسیه که تا امروز به رد هر گونه ائتلافی پافشاری کرده و به نوعی هویت خودش رو و کمپینش رو نه به احزاب و سیاستمدار ایتالیایی اعلام کرده. بدتر از این که او سرسختانه بر علیه سیاست اقتصادی دولت پیشین موضع گیری کرده. تئوری دوم ائتلاف بورسونی و برلوسکونیه که اتفاق بی سابقه ای هم نبوده. در سال 2011 هم دو جریان راست و چپ بر سر یک دولت موقت ائتلاف کردن، اما به نظر میرسه که اگر حتی این ائتلاف شکل بگیره با توجه به اختلافاتی که در این دو جریان به خصوص در مورد برنامه های اقتصادی و سیاسی هستش، عمر دولت خیلی طولانی نخواهد بود و نهایتاً باز هم احتمال سقوط دولت در چند ماه آینده جدی پیش بره. اما سومین گزینه که
هیچ ائتلافی در اون شکل نخواهد گرفت و اون به تصمیم جورج و ناپولتان برمیگرده که تصمیم بگیره که انتخابات مجلس یا سنا و یا هر دو رو ملغا اعلام بکنه و انتخابات مجددی برگزار بشه. در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، جنبش پنج ستاره که یک حرکت جدید به نوعی در ایتالیا محسوب میشه، از هر حزب دیگه‌ای رأی بیشتری رو آوردش. جنبش پنج ستاره 25.5% رأی داشته، حزب دموکرات 25.4% و حزب مردم و آزادی ها 21.56% رأی داشته. البته حزب دموکرات و حزب مردم آزادی ها در ائتلاف به احزاب دیگه رأی دادن، اما این تفکیک بر اساس رأی خود احزاب به حساب میاد. در سنا ائتلاف میانه و راست 110 کرسی رو به خودش اختصاص داده، ائتلاف میانه و چپ 97 کرسی و جنبش پنج ستاره 48 کرسی رو به دست آوردن و هواداران نخست وزیر 18 کرسی داشتن. اما در مجلس قضیه متفاوت هستش و بر اساس نوع سیستم رأی‌گیری ائتلاف چپ 340 کرسی داره، ائتلاف راست 124 کرسی، ائتلاف پنج ستاره 108 کرسی، ائتلافی که پشت سر مونتی هستن 45 کرسی و افراد مستقل که به عنوان دیگر کرسی ها معروف میشن 13 کرسی رو به خودشون اختصاص دادن. در مورد انتخابات ایتالیا، ائتلاف های پیش رو و مسائلی که حول و حوش انتخابات ایتالیا صورت میگیره، امروز با آقای کاوه دانش صحبت میکنم. آقای کاوه دانش از فعالین سابق احزاب و سندیکاهای ایتالیایی هستند که بحث رو ما در مورد تحلیل ایشون در مورد انتخابات ایتالیا شروع میکنیم. آقای دانش به برنامه ما بسیار خوش آمدید. میخواستم که در بخش اول تحلیل خودتون رو نسبت به کلیت نتایج انتخابات ایتالیا جویا بشم. انتخابات ایتالیا میشه گفت که یه جنبه خاص کشور ایتالیا است که ولی در بقیه کشورهای دنیا به یه شکلی انجام میشه. بیشتر توضیح میدم. اون چیزی که قدر مسلمه بحران اقتصادی و شرایط سیاسی کشورهای مختلف، حالا شمال آفریقا در نظر بگیریم، تونس، مصر یا بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه یا هلند یا سوئد یا آلمان دارن یه سری علائم از خودشان نشان میدن که به شکل سابق دیگه نمیشه جلو رفت. قسمت اعظمی از مردمان این جامعه ها خواهان تغییر کلی و اساسی از نظر اجتماعی و اقتصادی در کشورشان هستند. در ایتالیا منتها ما یه قانون انتخاباتی خاص داریم که روی که هر کس رأی بیاره سریع وارد مجلس میشه، یعنی این نیست که مرحله دومی وجود داشته باشه مثل اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد. بنابراین کسایی که توی ایتالیا به یه شکلی خواهان این که تغییر اساسی در پروسه اقتصادی و اجتماعی ایتالیا به وجود بیاد، یا نرفتن رأی دادن یا رفتن به رأی دادن به جنبش پنج ستاره. بنابراین چیزی که دلیل اولی که میشه از این انتخابات در نظر گرفت اینه که خواهان تحویل اساسی هستن. یکی از چیزهاست. مثلا اگر در فرانسه لپن که در طول دور اول انتخابات بیشتر از 15% 16% رأی آورد، اگر توی ایتالیا بود لپن هم به تعداد زیادی پارلمانتار میفرستد توی پارلمان فرانسه، ولی از اونجا که اونجا قوانین انتخاباتی فرانسه دو توری هستن، دو مرحله هستن، در مرحله دوم تعداد پارلمانتاراش به یکی یا دوتا رسید، ولی ایتالیا همچین چیزی نیست و بنابراین مستقیما اینا وارد پارلمان میشن. این یه به قول معروف یه جنبه اساسیه که در رابطه با انتخابات آخر ایتالیا در نظر گرفت. آقای دانش، در مقدمه هم اشاره شد
تئوری‌های متفاوتی در مورد ائتلاف‌های جدید در دولت آینده صورت گرفته. شما این ائتلاف‌ها رو و تشکیل دولت جدید رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دو راه بیشتر وجود نداره، همون دو چیزی که شما میگفتین. از اونجایی که ائتلاف چپ به هر حال اکثریت در مجلس داره ولی در سنا نداره، تنها راهی که داره اینه که یا یک دولت ائتلافی در رابطه با احزاب که قبلا در صحنه سیاسی ایتالیا بودن، یعنی ائتلاف راست به اضافه ائتلاف مرکزی به ائتلاف چپ با هم یه دولت تشکیل بدن، یا اینه که ائتلاف چپ با جنبش پنج ستاره یه ائتلاف تشکیل بده و بتونه او اکثریت مجلس داشته باشه که بتونه دولت رو تشکیل بده. مرحله راه اول اگر پیش بره، یعنی اینه که یه ائتلاف بین احزاب که قبلا در صحنه سیاسی ایتالیا بودن وجود بیاد، تغییر اساسی در ایتالیا انجام نمیشه و به احتمال زیاد در انتخابات آینده ائتلاف جنبش پنج ستاره درصد رأیش به 50% یا بعضی حتی صحبت از 60% رأی خواهند کرد. یعنی مردم ایتالیا انقدر نسبت به اون به پروسه سیاسی و اجتماعی که تو ایتالیا پیش رفته در سالهای اخیر دیگر زننده شدن که به احتمال زیاد در رأی گیری آینده رأی خیلی خیلی عظیمی به جنبش‌های خواهند داد که به یه شکلی رد میکنن این شکل از سیاست در ایتالیا را. در رابطه با اینه که جنبش پنج ستاره چه خواهد کرد، الان زود آدم صحبت بکنه چون یه چیز خیلی جوانه و هنوز یه ساختار به قول معروف کاملا قابل لمسی وجود نداره. از این جنبش یک رهبر داره به اسم گریلو که به طور خیلی هم که اوتوتاریزم این جنبش داره پیش میبره، ولی کسایی که در این جنبش شرکت میکنن و در این انتخابات شرکت کردن و به احتمال زیاد به مجلس یا به سنا میرن جوانان هستن که به قول معروف دیدگاه هاشون خیلی خیلی دیدگاه های درست و مردمی و دقیقیه. بنابراین هنوز نمیشه دقیقا صحبت کرد که چه اتفاقی ظرف چند روز آینده در ایتالیا اتفاق خواهد افتاد. اون چیزی که قدر مسلمه اینه که چیزی که باید حل بشه وسط اینه که یا ائتلاف چپ تو ایتالیا میتونه با این جنبش یک ائتلاف وجود بیاره و دولت آینده را تشکیل بده که به نظر من راه حل درست و اساسیه. اگر نتونه این مسئله را حل بکنه، بنابراین از اونجایی که ما تو ایتالیا یه سری شرایط خاص هم هستون، رئیس جمهور ایتالیا تو 6 ماه آخر چیز خودش هست، در مقام خودش هست، نمیتونه مجلس چیز کنه، مجلس دوباره بازسازی بکنه و بنابراین با توجه به شرایط خاص سیاسی که تو ایتالیا هست تنها راهی که میمانه یک ائتلاف با تمام اعضاب گذشته انجام بشه که این قضیه به احتمال زیاد باعثی خواهد شد که در آینده ما در ایتالیا در مقابل یه سری تشنج‌های اجتماعی شدیدی مواجه بشیم. دولت ائتلافی به هر حال اگر شکل بگیره یا اصلا به هر صورتی این دولت جدید آغاز به کار بکنه، فکر میکنید تغییری در سیاست خارجی دولت به خصوص در مورد برخوردش با ایران صورت خواهد گرفت و یا نه ما شاهد تغییر خاصی در ایتالیا نخواهیم بود؟ در رابطه با ایران فکر نکنم هیچ گونه تغییر اساسی به وجود بیاد، چون دولت ایتالیا در رابطه با ایران تمام سیاستش رو در رابطه با در حیطه اتحاد اروپا منظم میکنه. بنابراین تأثیر اساسی که در آینده میبینم در رابطه با آینده دولت ایتالیا به چه شکلی خواهد بود در حیطه اتحاد اروپا باید بررسی کرد. اگر ائتلاف با حزب‌های قبلی بشه، حزب‌هایی که قبلا در صحنه سیاسی ایتالیا شرکت داشتن، من فکر نکنم که در حیطه اتحاد اروپا تغییر اساسی در رابطه با سیاست خارجی ایتالیا
دیده بشه، وجود خواهد به وجود بیاد. ولی اگر ائتلاف با جنبش پنج ستاره انجام بشه، به احتمال زیاد در حیطه و در زمینه اتحاد اروپا به احتمال زیاد رابطه دولت ایتالیا با دولت‌های مثل آلمان و فرانسه خواهان تحولاتی خواهد شد. به احتمال زیاد ایتالیا در رابطه‌ای که در مقابله‌ای که داره در حیطه اتحاد اروپا با این کشورها، خواستهاش خیلی بیشتر حاد خواهد شد و خواهان یک سری از سیاست‌های تغییر بعضی از سیاست‌ها در حیطه اروپا خواهد شد که به طور سعی می‌کنه این سیاست‌ها به یک شکلی در جوابگو باشه با در رابطه با بحران اقتصادی و به وجود آوردن پروسه رشد و به وجود آوردن کار در ایتالیا. به عنوان سوال آخر، حزب پنج ستاره شاید بشه گفتش در این دوره بر اساس پیشبینی ها البته شگفتی آفریده و رأی بسیار بالایی رو به دست آورده. شما علت رأی بالای این حزب و رأیی که احزاب راست و راست میانه و ائتلافی که پشت سر برلوسکونی بودن رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در رابطه با برلوسکونی قضیه کاملا فرق میکنه. برلوسکونی یک آدمیه که خیلی راحت با توجه که با سابقه شخصیش نیست، راحت میتونه با به قول معروف نه با یه سری از خواسته مردم میتونه به راحتی میتونه بازی بکنه و این خواسته رو به یه شکلی جوابگو باشه. مثلا در همین پروسه انتخابات با گفتن این که من مالیات هایی که شما در رابطه با داشتن خانه پرداخت کردیم بهتان پس میدم، یا اینی که اگر شما یک کارگر استخدام بکنید ظرف 3-4 سال آینده در رابطه با این کارگر هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنید، باعث این شد که مردم به قول معروف آینده سال آینده یا چند سال آینده ایتالیا رو نبینن و رأی بدن در رابطه با یه سری خواستهایشان که به قول معروف خیلی به زمان کوتاهی برخورد داشت. بنابراین برلوسکونی به یه شکلی به قول معروف میفروشه، یعنی به رأی مردم میخره، یعنی سری استفاده کردن از یه سری خواستهای خیلی حاد مردم استفاده میکنه و رأی مردم میخره. ولی جنبش پنج ستاره یه همچی شرایطی نیست. جنبش پنج ستاره در حقیقت سوار یه کشتی شد که اعتراضات و یه سری خواستهای درست مردم ایتالیا رو به قول معروف توی کشتی توی دریا میتونست راحت شناور باشه و بتونه به یه شکلی اینها رو نشان بده و بهش جنبه سیاسی بپوشونه. ممنون از آقای دانش که امروز همراه ما بودن. نتایج انتخابات ایتالیا رو بررسی کردیم. به هر حال در آینده اگر باز هم در مورد ایتالیا و دولت ائتلافی ایتالیا مسائلی باشه از این دست، امیدواریم که فرصت بشه تا با ایشون صحبت بکنیم. همچنین از شما هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. امیدوارم که با نظرات و پیشنهادات خودتون ما را در بهتر شدن این برنامه کمک و همگاری بفرمایید. امیدوارم روزگاران خوشی رو داشته باشید و تا درودی دیگر بدرود.